درود به همه دوستان، مخلصم رضام و سال جدید رو خدمت همه رفقای نازنینم در ایران اسپورت تبریک عرض میکنم. امیدوارم سال خیلی خوبی باشه و همه ایرانی ها در سرتاسر جهان به همه آرزوهاشون برسن. بریم سراغ اولین برنامه همون در سال جدید با خرس سیبری که یه جورایی میشه بگی بی رقیب عنواندار برترین کشتیگیر تاریخ هست. میخوایم سال جدید رو در ایران اسپورت شروع بکنیم. رفتیم سراغ فراموش نشدنی ترین مبارزه خرس سیبری در مقابل هکتور میلیان، مبارزه تماشایی فینال وزن 130 کیلوگرم مسابقات جهانی 94 تامپره فنلاند، جایی که دو قهرمان المپیک خوردن به پست هم دیگه، یکی هکتور میلیان از کوبا و دیگری الکساندر کارلین، برترین کشتیگیر تاریخ از سیبری روسیه. کشتی که امشب با هم خواهیم دید یکی از معدود مبارزات در تاریخ دنیای کشتیه که بین دو قهرمان المپیک در یک سال برگزار شده، یعنی این دوتا جفتشون قهرمان المپیک 92 بارسلون شدن، یکیشون در وزن 100 کیلوگرم و یکی دیگه در وزن 130 کیلو. کارلین 130 کیلو رو گرفته و هکتور میلیان 100 کیلو. هکتور میلیان بعد از قهرمانیایی که تو 100 کیلو به دست آورد هوس کرد بیاد 130 کیلو خرس سیبری رو به چالش بکشه، که اولین رویارویی این دوتا در فینال جهانی 94 تامپره فنلاند بود. بریم سراغ گزارش کشتی. چهره الکساندر کارلین، کشتیگیر مخوف روس‌ها رو لحظاتی دیدیم. این هم تماشاگران حاضر در سالن هستن که کارلین رو تشویق کردن به محض ورودش به تخته تشک. این سمت هم هکتور میلیان در مرکز تشک ایستاده و منتظر کارلین هست تا وارد بشه و بیاد در مرکز تشک. کارلین میاد به سبک و سیاق همیشگی خودش دو دستی دست میده. همیشه مدلش این بود که دو دستی دست میداد، با داور و هکتور میلیان به سبک خودش دست میده. و میریم سراغ مبارزه دو کشتیگیر در سر شاخ و سر گردن هم دیگه کار میکنن. ماهی دو دست یک دست رو در اختیار میگیره. شگردش بود الکساندر کارلین در کار کردن دست ها استاد بود، در قدرت بدنی هم که بی همتا بود. همچنان میخواد دستو بکشه الکساندر کارلین، ولی به اجازه کار رو تا این لحظه هکتور میلیان نداده. حالا اینجا کارلین میره که یه لحظه به پشت میلیان برسه، ولی هکتور میلیان هوشیار هست و اجازه کار رو به الکساندر کارلین نمیده. حالا اینجا یه بار یه دو دست یک دست رو در اختیار گرفته کارلین، مدام دستانش داره کار میکنه و ببینید چه قدرت بدنی داره این الکساندر کارلین. این قول کوبایی رو مدام داره رو به عقب میرونه و تا این لحظه هکتور میلیان هم خداییش خوب مقابله کرده روبروی این خرس نامدار سیبری. هر دو کشتیگیر در این مبارزه 26 ساله هستن. قد کارلین 191 و هکتور میلیان 187. اینجا یه لحظه کارلین میلیان رو از تشک بیرون کرد که منجر به این میشه که یک اخطار به هکتور میلیان داده بشه. حالا باید در مرکز تشک در خاک الکساندر کارلین بشینه. کارلین میره که دستش رو قفل میکنه برای اجرای بارانداز. در سمت مقابل هم هکتور میلیان قرص و محکم چسبیده به تشک، تا این لحظه اجازه کار رو به الکساندر کارلین نداده. اینجا میره که از سمت چپ بارانداز رو اجرا بکنه، مثل آب خوردن بارانداز رو اجرا میکنه. عجب قدرت بدنی تکنیکی داره این الکساندر کارلین. یه شکمه به موقع زد و این بارانداز رو به زیبایی اجرا کرد. حالا میخواد برای اجرای کنده فرنگی، میخواد کنده فرنگی رو هم به تابونه جفت و جور کرده. مربی کوبا به داور میگه آقا سرپا بده، داره کنده فرنگی بالا میاره، هنوز موفق نشده. مربی کوبا رو ببین که همینطور به داور اشاره میکنه آقا سرپا بده، آقا سرپا بده. معلوم بود که ترسیده. بله، حالا اینجا داور اشاره کرد که ظاهرا کشتیگیر کوبایی از پا استفاده کرده و به همین خاطر باید یک بار دیگه در خاک الکساندر کارلین بشینه. یک اخطار هم به هکتور میلیان داده میشه. باید ببینیم که این بار چه بلایی سر این کشتیگیر کوبایی میخواد بیاره. این خرس نامدار سیبری دستش رو قفل میکنه. عرض کردم خدمتون هر دو کشتیگیر قهرمان المپیک هستن. هکتور میلیان رو دست کم نگیرید.
حالا این میخواد بره اجرای بارانداز، یک بار دیگه از سمت چپ میخواد بارانداز رو اجرا بکنه، فشار فوق العاده شدید رو به دنده های میلیان وارد کرد. حالا اینجا یک بار دیگه میره برای اجرای بارانداز و این بار هم به صاحب خوردن بارانداز رو اجرا میکنه. چه زور بازویی داره این خرس سیبری. الکساندر کارین حالا مثل دفعه قبل بعد از اجرای بارانداز میخواد بره برای کنده فرنگی. کند فرنگی رو باید ببینیم که به اجازه کار رو میده یا نه، هنوز موفق نیست. یه بار دیگه هم انگار دستش رو به پا گرفت دکتر میلیان، کاملا عاجز شده در برابر این الکساندر کارلین، نمیدونه باید چی کار بکنه. حالا دستش رو قفل کرده دیگه، داور میتونه واقعا سرپا بده. 8-0 شد حساب کار به سود الکساندر کارلین. خطا گرفتن، هر باری که فن نخورد در حقیقت از پا استفاده کرد این کشتیگیر کوبایی. چه بلایی سر این قهرمان المپیک آورد این الکساندر کارلین. حساب کار 8-0 بسوده این اسطوره روسیه، از سال 1988 به این بر نباخته، همه رو برده، همه رو تخته کرده، همچنان تشنه امتیازه و همچنان رو به جلو کشتی میگیره این الکساندر کارلین افسانه. هکتور میلیان قهرمان المپیکه، ولی تا این لحظه هیچ حرفی برای گفتن رو به روی این اسطوره روس نداشته. عجب کشتیگیری این الکساندر کارلین. و اینجا داور فکر کردم میخواد یه اخطار دیگه هم به هکتور میلیان بده، ولی نه، این دفعه حالا به کارلین اختار میدن که در خاک هکتور میلیان بشینه. بالاخره داورا خواستن یه فرصتی هم به هکتور میلیان داده بشه که ببینیم آیا میتونه فنی روی کارلین اجرا بکنه یا نه. دستش رو قفل میکنه هکتور میلیان، به دنبال اجرای بارانداز هست. قرص و محکم با چه اعتماد به نفسی چسبیده به تشک این الکساندر کارلین، تا این لحظه اجازه ذره ای کار رو به هکتور میلیان نداده. اینجا یه زور میزنه برای بارانداز سمت چپ و خنده های کارلین رو ببین، داره میخنده به حریفش، انقدر زورش برای تکون دادن کارلین کم بود که رو به دوربین یه نیشخندی رو زد الکساندر کارلین و خود به هکتور میلیان مصدوم میشه در این صحنه. اصلا نمیتونه از جا بلند بشه، چی کار کرد با این کشتیگیر کوبایی. کارلین در اوج آمادگی خودشه در این مسابقه. عضلات الکساندر کارلین رو ببینید که چقدر تو هم پیچیده و تنومنده، و خنده‌ای که رو به دوربین زد. هکتور میلیان اصلا معلوم نیست بتونه ادامه بده مبارزه رو، ولی برمیگرده میخواد تلاشای آخرش رو بکنه که دیگه اصلا نمیتونه. یه تنه به تنه شد دوباره با کارلین، ظاهرا دندش دچار مشکل شدید شده. فکر میکنم پی یکی از این باراندازا دندش یا مو برداشته یا خلاصه یه اتفاقی برای دندش افتاده، چون به شدت احساس ناراحتی میکنه. حالا یک بار دیگه، حالا مربی کوبا میاد در مرکز تشک و میگه که آقا نمیتونه ادامه بده، و خود هکتور میلیان هم با صورت میفته رو تشک و داره فریاد میزنه از درد. الانه که دیگه با برانکارد احتمالا باید بیان این غول کوبایی رو جمع بکنن از دست این خرس سیبری. و هواداران روسیه که سر از پا نمیشتسن، یه بار دیگه با اسپری بیهستش میکنن که برگرده به مبارزه. بعیده که این بتونه روبروی کارلین کشتی بگیره. حالا یک بار دیگه ادامه مبارزه شاید خواهیم بود، باز هم بلا فاصله میخوره زمین و این بار دیگه مربی کوبا میاد میگه آقا تمومه، آقا دست از سر ما بردارید، دست از سر این کشتیگیر ما بردارید، ما اشتباه کردیم آقای کارلین، ما اشتباه کردیم، اومدیم روبرو شما خواستیم عرض اندام بکنیم، شما کوتابیا. لنگ لنگان به زور از رو تشک بلند میشه، احتمالا الان با برانکارد دیگه باید بیان ببرن آقای هکتور میلیان رو، و داور دست الکساندر کارلین رو بالا میبره به عنوان برنده و مدال طلای مسابقات جهانی رو
به دست میاره. این پنجمین مدال طلای الکساندر کارلین بود که در مسابقات تامپره فنلاند به دست برد. اینجا این باراندازی که اجرا کرد شاید در این بارانداز یکی از دنده های پایین هکتور میلیان دوچار مشکل شد. چی کار کرد با این قول کوبایی؟ تازه خیلی از پا استفاده کرد، این مشخص بود، چند جا حتی تو تصویر تلویزیونی هم مشخص بود که هکتور میلیان برای اینکه فن نخوره پا رو داره درگیر میکنه، پا رو میگیره و اینا مسائلی بود که از چشم داورا دور نموند و همه رو امتیاز دادن به کارلین. چه عضلاتی داره این الکساندر کارلین. این هم خنده معروف کارلین که یه جورایی میشه بگی پوستر بسیاری از روزنامه‌های ورزشی در اون زمان بوده، یه جورایی آیکونیک ترین نمادین ترین خنده تاریخ کشتی همین خنده کارلین هست روبروی هکتور میلیان، اینجایی که در خاک هکتور میلیان نشسته بود و زور بازوی هکتور میلیان انقدری کم بود برای تکون دادن کارلین که یه نیشخندی رو به دوربین الکساندر کارلین زد، یه خنده خیلی مرموزانه و شیطانی. ما رو یاد اون خنده میخائیل لوپز روبروی رضا کایال پنداخت که البته اون داستانش کلن فرق داشت و اونجا میخائیل لوپز یه جورایی تعمدن فن خورد و بعدش یه خنده شیطانی رو به دوربین زد. خیلی ممنونم که تا آخر این ویدیو همراه من بودین. اگر که از دیدن این برنامه لذت بردین لایک این ویدیو رو فراموش نکنید. اگر هم که چنل ما رو سابسکرایب ندارید حتما حتما سابسکرایب کنید. مثل همیشه مخلصتونم، خدا نگهدار.